سلام به همه دوستان عزیز مدرسه‌ران، خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. خب ما یه سری ویدیوهای ساختیم به اسم سلاطین که سگا رو گفتیم، پلی‌استیشن رو گفتیم، پلی‌استیشن 2، پلی‌استیشن 3، و امروز میخوام نقطه مقابلش هم بگم، یعنی امروز میخوام زباله‌های سگا رو بهتون معرفی کنم. چرا من به اینا میگم زباله؟ اینا بازی‌هایین که شما وقتی اسمشو میشنوی، یعنی میخونی، کاور روی بازی رو می‌بینی، میگی واه قراره یه بازی فوق‌العاده رو بازی کنم، ولی وقتی وارد بازی میشی میبینی نه، اون چیزی که توی ذهنته نیست، فقط باید بخریش دیگه، بذاریش گوشه دیگه، بازیش نکنی، یا یعنی بهتره بندازیش تو زباله. حالا در صورت اینا سلیقه منه، من نمیگم شاید همه، چون بعضیتون میگین بازی خوبی هن، ولی به نظر من اینا طبق تجربه کنم دارم اینا زبالن با من. و امروز خواهم از کنسول سگا شروع کنم. بریم 5 تا از زبالای سگا رو تو معرفی کنم. فقط قبلش اگه کانالیتون منو سابسکرایب نکردین، همین الان سابسکرایب بکنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین و در اینستاگرام پیج رسان داتشو رو فالو بکنین. بدون وقت بریم که زبالای سگا رو تو معرفی کنم. بوس بدم آقا تک تکتون، بریم توی ویدیو. میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که شما وقتی یه سری بازی های خیلی بزرگی روی کنسول سگا مثل ستریتس آف ریج، مثل سونیک، مثل سری بازی های شینوبی، مثل خیلی از بازی های دیگه، مثل سونیک، مثل تاینی تون، مثل گلدن آکس و خیلی از این قبیل بازی و علایدین، حالا خیلی حضور ذهن ندارم، وقتی شما بازی میکنید، خب نمیگم حالا همه خوب باشن، ولی یه مقداری یه لول خیلی خوبی هم داشته باشن، ولی خب این بازی ها همشون تقریبا میشه گفت یه سبک و سیاق دارن. اکثر بازی هایی که روی سگا و اون موقع نینتندو ریلیز میشد همه پلتفرمر بودن، ولی خب اینا واقعا حالا به هر دلیلی، بعضی هاشون موسیقیشون خیلی بد و گیم پلیشون، بعضی هاشون خیلی بد اسکی رفتن، بعضی هاشون کاراکتر و داستان خیلی جالبی ندارن، در کل هر کدومشون یه سری ایراد دارن که به سلیقه من نمیخورن، به نظر من اینا زبالن. اگه شما فکر میکنید که میتونید اینا رو به عنوان گیم قبول کنید، توی کامنت ها بنویسید، همین الان بگید که بدترین بازی که روی سگا بازی کردی، اگه بازی کردی، چیه. آقا بریم 5 تا بازی بهتون معرفی کنم. از بازی شماره 5 شروع میکنم. شماره 5 بازی جیمز پاند، نه جیمز باند، جیمز پاند. خب این اصلا اسمش کلن اسکیه، بعد تو میگی خب جیمز پاند، حتما باید یه سرنخی از جیمز باند داشته باشه، ولی وقتی وارد بازی میشی میبینی داستان اصلا فرق داره، یه ماهیه، یه دونه عروس دریاییه، اختاپوس چیه، از این ور و اون ور باید هی بری فقط یه سری آیتم جمع کنی، ته بازی هم هیچی نیست، باس فایت خیلی قوی هم اصلا نداره بازی، موسیقیش خیلی رو مخ، رنگ بندی بازی خیلی مزخرف، کاراکتر اصلا خوب طراحی نشده، در کل این بازی خیلی بده و من تجربه‌ای که از این بازی دارم برای چی اصلا اومد از جیمز باند اسکی رفت نمیدونم، یعنی من کل بازی که نگاه میکنم اصلا نمیدونم که چرا این بازی اسمش اومده از روی جیمز باند برداشته، ولی خب در صورت میشه گفت جزء زباله های سگا میتونه در رده 5 بازی جیمز پاند باشه. بازی شماره 4، شاید خود تعجب بکنید، بعضیاتون شاید بگیدی بازی خوبی، ولی به نظر من بازی بدیه، بازی آدامز فامیلی. خب این بازی من کلن کاراکترش رو دوست ندارم، یعنی تو کاراکتری که یک شخصی قد کوتاه بعد کت شلوار راه آبی مشکی پوشیده و کلن من خیلی ارتباط با این بازی برقرار نکردم، یعنی اینو من واقعا به جد میگم، خیلی موسیقی بازی رو مخه، خیلی گیم پلی بازی رو مخه، خیلی با داستانش حال نمیکنم. کجا من این بازی بدم اومد یادمه، کاتریج بازی رو که یادم اون موقع میخواستم بخرم، خب دیدم یه کاتریج زده آدامز فامیلی، بعد قیافه طوری گفتم حتما یه بازی خیلی ترسناک بال قراره من رو سگا بازی کنم، ولی وقتی وارد گیم پلیشن بازی دیدم نه. و مثلا یادم یه جا مثلا وارد یک اتاق یه رومی میشی میبینی یه یکی داره پیانو میزنه، بعد چرا اونجاست اصلا نمیدونم، خیلی من کلن به نظر من بازی های پلتفرم باید خطی باشه، باید مرحله‌ای باشه بری جلو، تو هر مرحله باس فایت داشته باشه، اینا خیلی جذاب میکنه بازی، اینکه تو از این روم وارد این روم میشی خیلی جذاب نیست، به نظر من میتونه آدامز فامیلی بازی بدی باشه و در رتبه 4 باشه به نظر من. بازی شماره 3 خیلی جالبه بهتون بگم، بازی بیاند اواسیس، فکر کنم اگه اسمشو دارم درست میخونم، چیزی که روی کاتریج نوشته استوری آف تور، یعنی داستان تور.
بعد شما وقتی بازی شروع میشه، خیلی جالبه بهتون بگم اصلا این خیلی چرت و پرته. اولش خوبی بازی هست، این محصول مشترک، نمیدونم چرا استودیوی بازی ساز اومده این کار کرده. یعنی اینتروی بازی که یک سگا میگه شبیه سونیک، بازی سونیک هم اول، وقتی هم بازی شروع میشه صدای به حرکت پای استریتس آف ریج هست، اون شمشیر علایالدین رو گرفته، شلوار علایالدین و پرنس آف پرشیا میتونی بگی، موها و اون هدبند شبیه اکسل کاراکتر استریتس آف ریج، صدای پریدنش هم اصلا کلن نمیدونم چرا انقدر اومده از ساند افکت های بازی های دیگه، بازی خیلی معروف استفاده کرده و این خیلی بده. نمیدونم، امیدوارم کارش غیر قانونی نباشه، یعنی اجازه گرفته باشه از اون بازی ها که از ساند افکت ها استفاده کنه. ولی در کلی بازی خب از بالاست و یک هکن اسلش ایتوری بهتون بگم و من حال نکردم با این کارش که تو بیای مثلا بی احترامی اینو به اون بازی ها. به نظر من زباله از این کار. اگه هنوز تجربهش نکردید حداقل برید ویدیوش توی یوتیوب ببینید و ببینید که چه مزخرف و چه زباله ای این بازی. بازی شماره 2، سوپر اسکید مارکس. این بازی ماشین سواریه که یه سری ماشین خیلی کوچولو و میشه گفت ماشین کنترلی ان، احساس میکنم که اینا مسابقه میدن. من چون یک پیشینه ای از یک بازی خیلی باحال دارم، حالا دقیقاً نمیدونم، فقط میدونم یه چمپیونز دو اسمش هست، خیلی بازی خوبی و اونو خیلی ساعتا بازی میکردم، ولی خب این بازی خیلی بده و خیلی گیج کننده است به نظر من. گیم پلیش خیلی گیم پلی خوبی نیست و به عنوان یک بازی ریسینگ نمیتونی قبول کنی و به نظر من واقعا یه زباله است و اصلا درست شدنشون واقعا خیلی زیادی بودی بازی. به نظر من بازی سوپر اسکید مارکس هم میتونه جز بدهای کنسول سگا باشه. اینا ویدیوهاشون توی یوتیوب هست، نگاه کنید ببینید که چقدر بازی بدن واقعا. در رتبه 2 میتونه بازی سوپر اسکید مارکس باشه. و میرسیم بازی شماره 1، آیرو د آکروبات. این بازی خیلی سعی کرده شبیه سونیک باشه، شبیه تاینی تون باشه، موزیک سعی کرده شبیه بازم سونیک و تاینی تون باشه، کاراکتر یه خفاشه که یه حالت پلتفرم داره، بازم میگم از اون پلتفرمایی که شما بازیش خطی نیست، از این ور میپری میای این ور، از این رو میری تو اون رو و این خیلی بده. این بازیای این مدلی پلتفرمر و بیتما واقعا نمیدونم مثلا اون موقع وقتی کسی میخواست بازی بسازه، مثلا من خودم میخواستم بازی بسازم، میدیدم مثلا استریت آف ریج چیکار کرده، سونیک چیکار کرده، تاینی تون چیکار کرده، میمدم تو اون سر پلتفرمر میساختم، بازی میساختم. خیلی جذاب تر اینکه شما مرحله ای بازی بسازی، هر مرحله باس فایت داشته باشه و خب خیلی این به نظر من خیلی باله، ولی این که شما یک پلتفرم بسازی از این رو بری تو اون رو، خطی نباشه، یه مقدار گیج کننده باشه، خب بازی به نظر من مشکل داره و میتونه جزء زباله های بازی سگا باشه، کنسول سگا باشه. خب دوستان عزیز، اینم از 5 تا از زباله های سگا. من برای هر کنسول میتونم 10 ها ویدیوی این مدلی بسازم از زباله هاش و ببینم اگه استقبال از این ویدیو خوب باشه که ویدیوهای بعدم میسازم. دمتونم گرم. اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید، اون زنگولی بغلش هم بزنید و در اینستاگرام پیج رسان دات رو فالو بکنید. دمتونم گرم. تا بازی بعد، بوس به دماغ تک تکتون. خدا نگهدار.